به نام خداوند. 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان مبارک باد. دوستان ارجمند، در گزارش امروز که ویژه 8 مارچ یا روز جهانی زن است، میخواهیم برم یک عده دخترها و خانمایی که فعال هستند در جامعه افغانستان، امرایشان صحبت بکنم، گپ بزنم. توجه شما را همچنان جلب میکنم به این گزارش و شما همچنان ببینید که این دختر خانما در کدام بخشا فعالیت داره، ممانعت از طرف خانواده است و یا ایست که خانواده ها اینا را حمایت میکنند که به موفقیت رسیدن. پس این هم شما و این هم صحبت های یک تعداده که ما میخواییم امی لحظه برام پیششون. شما دکتر خانم دیدین که فعالیت داشت، توپک ها را لول میده، هدف بالینگ بازی میکرد. اما در یک چیز است، نزدیک من هستن، امروشون صحبت میکنیم. سلام. سلام علیکم. خوش میکنم. دوستا دیدن با هم یک جا که شما چی فعالیت داشتیم. بالاخره ورزشکار هستیم. کمتون همه تر معلوم میشه. نامتون مروه است؟ بله، مروه یلدا. مروه جان یلدا، چقدر وقت میشه شما بالینگ میکنید؟ من مدت یک و نیم سال میشه تقریبا که بالینگ میکنم، گرچه که یک سال میشه که یعنی به طور درست کار میکنم، یک و نیم دیگه شه هم آماتور پلی میکنم بازی. یعنی در فدراسیون رسمیت داری؟ هستم، در چند مسابقه اشتراک کردیم، گرچه که به فاینال مثل زحل جان و دیگران نرسیدیم، اونقدرم لایق که نیستم. یعنی باز هم اشتراک کردیم در مسابقات، اینا خوب است. همین که جرأت به خرج دادی، من فکر میکنم همین یک افتخاره در این شرایط افغانستان. ما به خاطر روز 8 مارچ گزارش تهیه میکنیم. امروز که روز 8 مارچ است، روز جهانی همبستگی زنان جهان است، میخواهیم نظریاتتان در رابطه به زندگی امروز زنان و دختران در افغانستان داشته باشید. من که فکر میکنم فعلا یعنی زندگی زنان و دخترانی که در افغانستان هستن، فکر میکنم نسبت به گذشته بسیار خوب شده. در چند سالی که بوده، امسال‌ها بسیار زیاد یعنی پیشرفت بسیار خوب داشتن. امیال ما دختران داریم که تجارت پیشه هستن، دختران داریم که از خودشان یک کسب و کار دارن، ماشاءالله فعالیت‌های زیاد دارن. دخترها بسیار زیاد. بغیر از اینکه ورزش میکنی، جای دیگه هم فعالیت داری؟ ما فعلا خودم مؤسسه هستم. آفرین. یکی ورزشکار، دو یک کارک شخصی هم دارم و یک جای دیگه هم کار میکنم. نام خدا، 4 جای. خوب است دیگه. این وقتای بیکاری را باز اینجا میباشم، یعنی وقتایی که بخوایم فری تایم، من بازم اینجا تمرین میکنم. در غیر از اون بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر مروه جان، زنده باشین. در هر کاری که دارین یا هر گامی که می بردارین موفق باشین. انشالله که در 8 مارچ سال آینده همچنان میایم و همراهیتان صحبت میکنم، ببینم که در یک سال که گذشت چه کارهای دیگه کردین. انشالله سلامت باشین. تشکر از شما هم که ما را لایق دیدین. دیگه زنده باشین. خدا نگهدار. زنده باشین. دوستان ارجمندم، داخل یکی از کلاب های دیگه بالینگ در کابل در کارت 4 آمدیم و یکی از دخترهایی که اینجا همچنان مصروف ورزش کردن است و مقام نخست یا مقام اول را حدودا 2 یا 3 سال است که در بخش بالینگ بانوان در افغانستان از آن خود می سازد. امروزشان گپ می زنیم، هرچند امروز گپ زدیم. زوال جان کم نزدیک بین، یک بار دیگه سلام. هرچند من تلفن کرده بودم، تلفنی صحبت کردیم، گفتم من میایم امروز گپ می زنم، به خاطر که 2-3 سال از مقام اول می گیری، چی میگه سر ما عقد داری که در روز 8 مارچ امروز خودت گپ بزنیم و خودت معرفی بکنیم به مردم. یک بار دیگه سلام، نامت زوال است، تخلصت بیان. سلام، خوب هستین. تشکر از این که خواستم مصاحبه ما رو بگیرین. زوال بیات هستم، عضو تیم ملی بالینگ افغانستان. عضو تیم ملی بالینگ افغانستان. چند سال میشه مقام اول از آن خود میکنیم؟ خب در تورنمنت هایی که در کابل برگزار شدم، حتی تانستیم در همه تورنمنت ها مقام اول از آن خود کسب کنم و دیگه باعث خوشبختی است. باعث خوشبختی است. مسابقات خارجی داشتی؟ بله، در سال 2019 در کویت یک مسابقه جنوب آسیا داشتیم که خوشبختانه مقام خوبی به دست آوردیم دیگه. بسیار خوب. 8 مارچ است امروز، روز جهانی همبستگی زنان است در تمام جهان و در افغانستان. منحیث یک دختر افغان، وضعیت دیگه دخترها را چگونه میبینی خودت؟
خب اولا خو روز زن به تمام زنای افغانستان تبریک میگم. فامیل چقدر کمکت میکنه؟ از فامیل اجازه نمیده دخترها برن تمرین بکنن؟ خب فامیل ما در ورزش میج ممانعت ندارن، همیشه تشویق دهی کردن که ما ورزش میدان بدم. بسیار خوب. بالاخره میشه بگیم که تشویق خانواده با خودت بوده که اینقدر نام خدا سر صدا برپا کردی؟ بله، تشویق فامیل امرای ما بوده، برادرای ما همیشه تشویق کردن که ما تونستیم در این مقامای بلند برسیم. تشکر. دوستان عزیز، بازم سلام. ما در این بخش از گزارش یا برنامه ما برای یکی از خانم‌ها نشستیم. شما می‌بینین حدوداً دو سه سال است که ما بینمی رستورانتک یا کافه‌ای که میام اینمی خانم آشپز است، اینجا کار میکنه و از این جای خود شور نکرده، حتی روزای رخصتی هم میای کار میکنه. امیال قسم میکنیم در مورد از این که شما چطور پابند نیستین در حالی که دیگه کارمندار بعض رستوران ها یا بعض نهادهای دیگه که میبینیم که 3 ماه یک جای کار میکنه، 6 ماه باز دیگه جای باز میبینی، 1 سال بعد دیگه جای کار میکنه. این قسم در پریدن هستن. هر طرف یک بار دیگه سلام بر شما، بسیار تشکر که حاضر شدین و گپ بزنین. خواهش میکنم، زنده باشین. تشکر. نامتون فراموشم شده. رحیمه هستم. بان رحیمه، شما حدوداً چقدر وقت شده اینجا آشپز هستید؟ تقریباً 2 سال دیگه اینجا هستیم. 2 سال است و امروز هم روز 8 مارچ، روز جهانی هم بستگی زنا است. خودت منحیث یک زن، حتما اولاد دارم هستی؟ بله. اولادا در خانه هستن، میای کار میکنی هر روز؟ یک تعداد زنا امیال لتوکوب میشن در قرا و قصبات افغانستان، اما یک تعداد زنا مانند خودت میرن استاد هستن، میرن محصل هستن، میرن فروشنده هستن، دکتر هستن، انجینر هستن، ریسیورد هستن، کار میکنن. به نظر خودت زندگی زنا نسبت به 15 سال یا 20 سال بیشتر تغییر کرده در افغانستان؟ بله، در این مدت خب ما زنای زیادی داریم که شاغل هستن، درس میدن یا مثلا آشپز هستن. مثل خودم ما اولاد دارستم، 6 تا اولاد شکر خدا. باز در این مورد که زنها خیلی پیشرفت کردن، در این مواقع موفقیت های زیاد داشتیم، زنهای خوبی در عرصه چی داریم، خیلی خوشحالم از این وضعیت که برای زنها فعلا پیش آمده. یعنی از وضعیت زندگی زنها در شرایط فعلی افغانستان خوش هستیم؟ قسمتی خوش هستیم. مثلا مقایسه با 10 سال 15 سال پیش خیلی پیشرفت کرده، مثلا پیشرفت کرده. خب با اگر در مثلا با کشورهای دیگه هم مقایسه کنیم خب بخاطر پیشرفت نداره، ولی خب به همین که کشور خودمون نسبت به 15 سال خیلی پیشرفت کرده. شما ایران هم زندگی کردید؟ بله، ایران هم. اصلا این مسلک اونجا یاد گرفتین؟ نه، ایران همینجا یاد گرفتم. همینجا یاد گرفتین؟ خانم های خانه نام خدا دیگه یاد دارن؟ دیگه ما ایران همینجا شغل شدیم، ایران شغل نبودیم دیگه. خانم شوهرتون هم کار میکنن؟ فعلا نه، بیکار هستن، به خانه هست. از شما بازوی از اونها شدید؟ بله، مجبوری. ببینین که یک تعداد مردا، حتی یک تعداد زنا، زنا را ناتوان فکر میکنن، در حالی که شما 6 اولاد دارین، شوهرتون هم کار نمیکنن، اما خودتون مرد خانه شدین، کار میکنین. بله، زنا زیاد است. افتخار بر شوهرتون هم است که به شما اجازه میده. بله، ما اصل از اونها تشکر میکنم که برام اجازه میده. اصل مردا خو اجازه نمیدن که زنایشون کار کنن، ولی برای ما اجازه دادن، آزاد هستیم کار کنیم، چیزی شغلی که خوش داریم پیش ببریم. خوشحالم از این بوده. خیلی تشکر، با امید موفقیت هرچی بیشتر شما. زنده باشین. تشکر. زنده باشین. بینده های عزیز، از شما هم یک دنیا سپاس که بیننده صحبت های ما بودین با یک تعداد از خانما یا دخترایی که فعالیت های خاص دارن در جامعه. 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان، یک بار دیگر به تمام زنان مبارک باد. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.